سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم همراه مادم دوباره میخوایم یه خبری دوباره بریم از مهاجرانی که داخل ایران هستن. بله. دوباره یه حکم جدیدتر دادن جدن. که اونایی که غیر مجازن پلیس تحت تعقیب گذاشتنشون، یعنی اصلا پلیس دنبالشونه دیگه. تا این حد بگم جنایت کردن دیگه. آره دیگه، کلا دارن اصلا دونه دونه، چه ویدیو قبلی هم یاد باشه خونه به خونه داشتن میگشتن. بله. الانم یه حکمی دادن که هر جا ببینن دارن میگیرن شون دیگه. حالا دیگه تحت تعقیب قرار. حالا بریم ویدیو کامل رو ببینیم بچه ها، تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. بدون مطلب بریم سراغ ویدیو. فرمانده کل انتظامی ایران، ماموران غیر مجاز تحت تعقیب پلیس قرار می گیرند. قانون جدید تهران برای اجاره خانه به اتباعی افغان. حادثه در ساختمانی در شیراز، کارگر افغان مجروح شد. و اخذ وثیقه برای اقامت و کار مهاجران در ایران هنوز نهایی نشده است. سلام همراه. بند خدا، اون خبری هم که گفت الان افتاده، بابت من یعنی حادثه‌ای توی این اواخر هم باشه دیگه یه دفعه. نه دیگه، خب به کارهای سخت که انجام میدن بند خداها دیگه. آره اونم هستش، ولی میگم امیدوارم خبر بدی نباشه که یه حرکتی بزن ناشایست باشه. فرمانده کل انتظامی ایران، مهاجران غیر مجاز تحت تعقیب پلیس قرار میگیرند. جانشین فرمانده کل انتظامی ایران گفت حضور بدون مجوز مهاجران در کشور جرم محسوب شده و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند. سردار قاسم رضا، یعنی آره دیگه، هیچی دیگه. میگم از همه جا دارن راهشون رو میبندن، یعنی از هر طرف دارن راهو میبندن، اجازه ندن همچی حرکتی بزنن. حالا من یه چیزی برام سوال مونده بود، اینه که غیر مجازن، خب داره میگه میگیرن، اونایی که مجاز هستن چجوری میخوای ثابت کنی؟ چون همه مدارک رو چی قبول ندارن. چیزی بگم ببین، الان این چند وقته که ما داریم ویدیو میذاریم، خب خیلی ها اومدن شاکی هم. خیلی از ایرانی ها اومدن به خودمون توهین کردن، به بچه های افغان اومدن توهین کردن، به ما که میگن افغانید، اصلا لهجهتون مشخصه. خب اصلا اونا مهم نی، خب بله. ولی اصلا دیگه واسه شون مهم نی، چشاشون رو بستن، فقط میگن اخراج دیگه. نگاه نمی کنن به چی، هیچ چیزی. خب اخراج بشن، مسئله مجاز و غیر مجاز نی، بحث این نیست. حرف ما هم حرف شما هاست، ما میگیم اخراج، ولی میگم انسان باشید، انسانیت داشته باشید، اذیت نکنید. میخوای اخراجش کنی، خب بگو بگیر مثل آدم. اینی که میگیری میزنی، پشت صحنه ها رو دیدن، فیلم ها رو که بازم حرف میزنن. ما توریست، حرف ما اینه که حداقل اذیت نکنید. شما که دارید میفرستید خونه هاشون، خب بفرستید مثل انسان، بفرستید مثل انسان. اینو نه، اینم نمیتونید. واقعا نمیدونم چی. در روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد به کارگیری مهاجران غیر مجاز در کشور نیز عملی مجرمانه به شمار میرود و افرادی که در بخش‌های مختلف اقدام به استفاده از این افراد میکنند نیز مجرم شناخته میشوند. کار یعنی غیر از اینکه غیر مجاز، حالا چیزه، هر کاری هم دیگه بهشون بدید مجرمی، یعنی من. ایرانی ها مجرمه، اون افغانی هم که اونجا کار کنه اونم که دیگه هیچی. خب میگم پس جوونه ایرانی آماده باشن برن همچین توی اون قسمت هایی که آجر رو درست میکنن، کوره سازی ها رو ببینیم. جوونه ایرانی بلند میشن برن توی اون دخمه های کوچیک زندگی کنن، آجر رو با گل درست میکنن. ایرانی ها میرن این کارو بکنن؟ نه بابا، هیچ کدوم نمیرن. ما خودمون داخل ایران زندگی کردیم، نمیکنن. کدوم ایرانی میره تو کار ساختمون کار بکنه؟ ساختمون یه چیز دیگه است، اون کوره‌های آجرسازی یه چیز دیگه است. نمیرن اصلا، نمیدونی، ندیدن. ببین حالا من نمیدونم، یه ویدیو از رافعی پور رفته بودیم، میگفت چوباره چوپونی. بله. چند تا افغان یه مدت اخراج کرده بودن، اقتصاد داشت میخوابید. بله درسته. کی میره؟ میگم اینا همش حرفه که ما کار نداریم، اینا اومدن کار ما رو گرفتن. نه، کار ایرانیا یه جای دیگه گیره، همون دیگه. بس اینا خرید خانه و خودرو برای مهاجران غیر مجاز خارجی نیز از مصادیق عمل مجرمانه به شمار میرود. وظیفه نیروی انتظامی برخورد با مهاجران غیر مجاز است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد در دوره‌های شاهد نبود امنیت در برخی کشورهای منطقه بودیم که سبب مهاجرت آنها به کشورهایمان شد و اکنون که آن کشورها دارای امنیت هستند و آمادگی پذیرش مهاجران خود را دارند، ضرورتی به حضور این مهاجران غیر مجاز و به شکل غیر قانونی در کشورمان وجود ندارد. رضایی ادامه داد وظیفه نیروی انتظامی برخورد با مهاجران غیر مجاز است. وی بیان کرد مطالبه مردم نیز اخراج و بازگرداندن مهاجران. چجوری فقط انداختنش انگار اسیر گرفتن؟ نه خب مسئله نیست. خب این حرکتشون درسته. ما یکی دو تا فیلم دیگه رفته بودیم برای اینکه میذاشتن. چقدر غیر انسانی بود که به سنای بالا دولا بشید، راست آره. بشید، سلام بکنید، منو قبول دارید، نه اینو مثلا پیغمبری چیزی هستش که مثلا عقده یا اون مامور پلیس چجور عقده بازی در میاد یا اونجور که سلی میزدن سربازه آره تو صورت پسر راست میرفت چپ میومد سلی میزد تو گوششون بدون اینکه اصلا دلیلی داشته باشه. خب تو میخوای بفرستیش بره کشورش، خب بفرست بره دیگه. زدنش چی؟ این چه حرکتی که داری میزنی؟ ما اشاکستم از اینجور مسائل به سرزمین خودشان است. قانون جدید تهران برای اجاره خانه به اتباعی افغان. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، هیچ مشاور املاکی حق ندارد قرارداد اجاره برای اتباعی غیر مجاز در بنگاه‌های املاک را ترتیب دهد. به گزارش عرشه آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت از تنظیم قرارداد اجاره خانه و هر گونه ملک برای اتباع غیر مجاز جلوگیری می شود و تنظیم قرارداد مسکن برای اتباع غیر مجاز ممنوع است. گودرزی فقط هم الان حرفشون غیر مجاز ها خب، ولی پای قرارداد که برسن مجاز و غیر مجاز رو یکی می دونه. من می بینی درد ما چیه؟ مجاز و غیر مجاز یکی می بینن، نمیان درست حسابی مثل آدمیزاد کارشون رو درست انجام بدن. به یه چشم میبینن دیگه، غیر از اینه همه رو به یه چشم میبینن. مشاوران املاک تهران توصیه کرد هنگام عقد قرارداد از مجر و مستاجر تعهد اخذ شود که اتباع مجاز از یک واحد مسکونی به صورت چند خانواری استفاده نکنند. او ادامه داد همچنین باید از مجر و مستاجر تعهد اخذ شود که به هیچ وجه اتباع مجاز برای اتباع غیر مجاز واحد مسکونی اجاره نکرده و همچنین اشخاص ایرانی برای اتباع غیر مجاز واحد مسکونی اجاره نکنند. اونایی که مجاز اومدن برای غیر مجازا خونه نگیرن. بله. ایرانی هم که مثلا چیز صابخونه این حرکت رو نباید بزنن. بله درست. تنظیم قرارداد مسکن برای اتباعی مجاز که مجرد باشند نیز ممنوع است و مشاوران املاک به این دقت و توجه کنند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد تنظیم قرارداد مسکن برای اتباعی مجاز که دارای مدرک اقامتی از سایر استانهای کشور هستند هم ممنوع است و اظهار کرد مشاوران املاک باید مدارک شناسایی اتباعی مجاز عبارت از کارت آمایش 17 از استان تهران، گذرنامه های خانواری و اقامتی با تاریخ اعتبار ممهور به مهر ادارات پلیس مهاجرت و گذرنامه در استان تهران، برگه های تردد غیر حمایتی، برگه های سرشماری معتبر از استان تهران شامل بازشماری، حمایت ما یه ضرب و مثل داریم تو خود ایرانی هم هست که میگن بفرما بشین بتمرکز. هر ستاش یه معنی میده. دقیقا یه معنی میده. بفرما بشین بتمرکز، ستاش یه معنی میده. ولی چه بهتر که آدم از اون لفظی که استفاده میکنیم مهمه. دقیقا که در بیاییم بگیم بفرما. آره بفرما آقا برو. مثل انسان وقتی بگی طرف عقلش میرسه میره، ولی وقتی شما هنوز هیچی نشده همون به تمرگه است. به تمرگه است. دقیقا راه خودشونو دارن میرن. افغانستان رنج های زیادی در گذر تاریخ معاصر متحمل شدن. اسکندر مؤمنی وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران از مهاجران افغان ساکن ایران خواسته است بروند در کشور خودشان تلاش کنند و آنجا را آباد کنند. یعنی وزارت داخلی ایران اومده گفته برید برید اونجا کشور خودتون رو آباد کنید، اینجا نمونید، اینجا چه خبره؟ امید و آرزوی ما همینه که انشاءالله امید داریم، آرزو داریم همینجور که شما رفتین اینقدر سفت و سخت گرفتین مال اینجاها
بقیه جهان برای کشور خودمون آباد بشه. واقعا سفت بگیرید کشور خودمون آباد بشه. اصلا کاری به افغانا نداریم. میرن. ببین اول آخر بچه افغانستان میرن. بله میرن. میرن. ببینم بعد از این داستانا چه بهانه ای دارن. ببینیم اقتصاد ایران چجوری میره جلو. نه. میگم دیگه. اولا که نمیشه رفت. کلن خالی نمیشه ایران از این کشور. اقتصادش چون میفته. مرز ایران جزء مرزیه که اصلا میشه جاده ابریشمه. نمیتونن به جای دیگه که برن باید از کشور ما رد بشن. این بماند. باید حداقل برنامه ریزی بشه. اینجوری نیست که بگین آن الان دو تا صفر گرفتن 100 تا فرستادن 500 تا فرستادن تموم شد رفت. نه، برنامه ریزی های بعدیتون رو باید ببینیم. همون دیگه برنامه بعدی آخرش چه کار قراره بکنید شما در ایران هستن تلاش کنن برن به کشور خودشون اونجا رو بسازن آباد کنن. مومنی در برنامه تلویزیونی درباره طرح موسوم به سازماندهی ادبای خارجی گفت ایران توان این حجم از مهاجران را ندارد. او افزوده است در این برنامه اولویت به آنهایی است که غیر قانونی و غیر مجاز وارد ایران می شوند. اولویت احساس میکنم وقتی این صحبت میکرد احساس میکنم مثل بچه یه که بخواد گل بزنه. دقیقا برید مملکت خودتون آباد کنید. چرا اینجا موندی؟ آره پاشین برید. میگم دیگه همین جوری صحبت میکنن دیگه، مثلا اومده خام کنند اول با اونهاییست که به صورت غیرقانونی و غیر مجاز وارد میشن و یه حضور دارن. در همه دنیا همین است و مهاجرین باید با سازوکار کشور میزبان احترام بگذارد. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران مقصر اصلی افزایش بیکاری در ایران را افغانها را دانسته. اوه بیا هیچی بیشه، مثلا اصلا بیکاریه تقصیر افغانات، ولی توی دولت خودمون تو اون سیستم میگم آقا 14 تا کار من نمیدونم چرا نمیفهمن اینا خودشونم. خودشون یه چیزی تصویت میکنن نمیفهمن. باز اومده میگه عامل بیکاری داخل ایران اینا. اصلا من خب این ببین یه جورایی حق دارن. خب ما هم از مردم ایران حمایت میکنیم، ما هم از کشور خودمون حمایت میکنیم، نه اینکه بخوایم، ولی حداقل میایم منطقی فکر میکنیم. منطقتون رو ببینید منطقه یه ذره بیشتر فکر میکنیم. حالا نمیخوایم بگیم آن ما خیلی سیاست مداریم یا خیلی قشنگ میتونیم صحبت کنیم یا خیلی جزئیاتونو میتونیم ببینیم. شما هم میتونید یه ذره فکر کنین، فکرتونو به کار بندازین بشه. ولی اینو دارم میگم، خب آره اینجا داره میگه جوونا بیکارن، دست فروش وقت که زیاد بشه، خب فروشنده مردم وقت که کار کم باشه، این دست فروشا که زیاد بشن خب خواهان کمتر میشه، کمتر میدن. ولی کدوم جوون ایرانی میره دست فروشی بکنه؟ خیلی به ندرت. خیلی کارایی هستش که اصلا ایرانی ها نمی کنن این کارا رو. خب اون کارا چی؟ بگه قرار کل افغانا بیان مغازه ها رو از چنگ اینا در بیارن، کل کاسبی از چنگ مردم ایرانی در بیارن؟ نه، اونا هم اومدن در کنار ماها دارن کشور ما رو بزرگتر کردن. حالا میگین کارو گرفتن، خیلی خوب کارو شروع کنین. شما هم یه جای کار شروع کنین ببینین کی جلوتون رو میگیره. هیچ کس. تو اقتصاد همه چیز یه نصفش شاید اونا باشن. اصلا بهونه است. ببین کشور ما از اول مشکل داشت، چه اینا میومدن چه نمیومدن. الان مدتیه که انقدر زیاد شده. قبلش اصلا قبل از اون چی؟ قبل از اون کشور ما خابیده بود. ما اصلا خرید و فروش این آنچنانی نداشتیم. دلار 60 تومانی یعنی واقعا قیمتا داشت همینجور سر به فلک میزد. قبل از اینا چی؟ اینا که میگم دو سه ماه شلوغش کردن. اونایی هم که اعتراض میکنن اشیکم سیریه و گفته است فرصت های شغلی زیادی را از شهروندان خود ایران گرفتن. او افزوده است که انتظار دارد مهاجرین افغان هر چیز زودتر به کشور خودشان بازگردن. یک ملت با فرهنگ هست، اما کشور ما هم توان این همه مهاجرت رو نداره واقعا. چند پیش نیز مؤمنی اعلان کرده بود که طرح جامعه سازماندهی افغانها در ایران به زودی تدوین و اجرا می شود. او گفته است
این طرح کامل با یک برنامه مناسب و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و همسایگی اجرا می شود. خبرگزاری مهر ایران گزارش داده است که وزیر داخلی ایران در بازدید از محل سنگسیای شیراز بر ضرورت سازماندهی افغان‌ها در ایران تأکید کرده است. میگم دیگه الان هر کی میخواد بره بالا میدونه راهش رو پیدا کرده دیگه، بهونه‌شون رو پیدا کردن که بگن الان ما اگه میخوایم رأی بیاریم یا به نفع چیز بکنیم مردمی بشیم، میگه ما داریم میندازیم اینا رو بیرون، ما طرف مردم خدامونه. آقا ما هم از خدامونه، ما هم دعا میکنیم که انشالله با این سفتی محکمی که اینا گرفتن، پلیس گرفته، مجلس داره صحبت میکنه، رئیس جمهورمون داره دست و پا میزنه، امیدواریم که توی همه کاراشون همین مدل باشه. کار فقط نه، همه کارا، همه کاراشون. یعنی اگر واقعا هم صفر گرفتن که اینا رو بندازن بیرون به مملکت برسن، اونجوری باشه که به داد مردم ایران خودمون برسه. خیلی جالبه بعضی هم میان کامنت میزن، حالا ایرانی ها، افغان ها، بچه هایی که ماشالله هر کنشون احترام رو نگر میدارن، بله. میان میگن شما چرا دارید در مورد ایران خودتون دارید نظر میدید؟ چرا میایید یه طرف قضاوت کنید؟ یه طرف نی، شما یه طرف رو میبینید، ما یه طرف دیگر رو میبینیم. میگیم آقا حرفا رو بذارید وسط، منطقی فکر کنید. بله منطقی فکر کنید. طرف اومده میگه من نمیدونم 8 سال جنگ کردیم الان وضعیتمون اینه به خاطر اینا. بابا 8 سال جنگ کردیم، مگه من گفتم تو برو جنگ کن؟ وظیفتو تونستی از همون مملکت دفاع کردی. هر کسی تو دوره خودش وقتی که جنگی پیش میاد وظیفه خودش میدونه که بره جنگ. خودش بوده. قرار نیست بابای فلانی شهید شده من اینجا تاوانشو پس بدم. منم تو دوره خودم دارم زندگی خودم رو میکنم، با مشکلات خودم دارم دست و پنجه نرم میکنم. همین نایه که بالا سر ما الان هستن به ما دارن سیاست میکنن، حالا سیاست کشور ما هستن، کدومشون کدوم فامیلشون رفته بوده تو جنگ جنگیده که حالا همون پدر مادر فلانی تو سر ما میکوبه؟ سر ما میگم از شکم سیریه. ببین وگرنه نه تهدیدهای کسی نه چیزی، ما برای کسایی که جنگ کردن از کشورمون دفاع کردن، یعنی واقعا براشون ارج و قربت قرار میدیم، یعنی برامون خیلی مهم هست. خیلی ما نه به ایران الان داریم توهین میکنیم نه به افغانستان. خب بله. ما فقط اومدیم آقا یه خبری رو داریم پخش میکنیم، میگیم عقلاتونو بذارید وسط، عقلانی فکر کنید. همین، غیر از این دیگه چیزی بفهم و بشین و بتمرگم همونه که داری میفرستی. درست حسابی بگو. باز دمتون گرم بچه‌ها، خیلی تو این ویدیو هم صحبت کردیم، چون نمیشه واقعا میگم اصلا بخوایم در مورد این مسائل صحبت کنیم، بعد یه ساعت دو ساعت بشینیم فقط سر و کله بزنیم. باز یه تعداد پیدا میشن که یه حرفایی میزنن که با عقل جور در نمیاد. من حالا میگم بعد یه ویدیو درست کنیم، کامنت های بچه‌ها رو بذاریم فراهم کنیم. بله واقعا، چون اینقدر تعداد زیاده خدا شده. ببین چه از نظر ثبت نام مدرسه هست، چه آزار و اذیت هست، چه شغلی هست. ما بخوایم بیایم چیز کنیم، بعد دو سه تا ویدیو فقط به خاطر کامنت ها بذاریم. حالا باز بچه‌ها نظرتون تو کامنت ها برام بنویسین، چه من چه مادام دونه دونه شو میخونیم جواب بدیم. مثل همیشه خیلی عشقی، تا ویدیو بعدی، فعلا.